فؤاد کیخسروی عضو هیئت مدیره کنفدراسیون کار ایران در خارج از کشور با ما همراه هستند. آقای کیخسروی، بیشتر درباره شرایط کاری سخت کارگران کشور و به ویژه در مناطق جنوبی و در تابستان به ما بگید. واقعیتش اینه که شرایط کارگران ایران به لحاظ وضعیت بسیار بد معیشتی و شرایط بسیار نامناسب کاری در محیط‌های کار بسیار فاجعه باره، اما در رابطه با مسئله بهداشت و ایمنی محیط کار اگر بخوایم صحبت بکنیم، ابعاد بسیار اسفناکی رو حتی شاهد هستیم که بهداشت و ایمنی در محیط‌های کار در ایران تابع هیچ یک از استانداردهایی که باید باشه در سطح جهان وجود داره اصلا نیستش. این هم دلیلش اینه که اساسا قوانینی برای رعایت بهداشت و ایمنی محیط کار وجود نداره، در حالی که خود حکومت جمهوری اسلامی مقابل نامه های بین المللی در این راستا رو هم امضا کرده و تعهد به اجرای اونها داده. در مورد مراکز صنعتی نفتی خصوصا که شما در گزارشتون آوردید در مناطق جنوبی و مناطق عملیاتی که هستن، اوضاع واقعا فاجعه باره. ابعاد حوادث و گرمازدگی های کارگران بسیار قطعا بسیار فراتر از گزارش هایی که منتشر میشه، چون برخورد کارگران ایران از رسانه ها و تشکل های مستقل کارگری برخوردار نیستن که اخبارشون در ابعاد جدی منتشر بشه و همه اینها باعث شده که ما شاهد شرایط بسیار بردباری در این مناطق باشیم. این رو هم باید در نظر داشته باشیم، حتی اگر بسیار محدود در قوانین جاری کشور مواردی رو داشته باشیم برای اینکه امنیت کارگران در محیط‌های کار حفظ بشه، در مناطق ویژه اقتصادی اساساً قوانینی که در مناطق ویژه اقتصادی وجود داره کارفرماها رو اون التزامشون رو به رعایت قانون کار تو کشور هستش، اون التزامشون رو به هر حال مستثنا میکنه و لزومی به اجرای این قوانین هم وجود نداره و همه چیز در اختیار خود کارفرمایان و پیمانکاران هستش و واقعیتش اینه که هیچ تسهیلات رفاهی، امکانات ایمنی و بهداشتی رو برای این کارگران متاسفانه رعایت نمی‌کنند. آقای کیخسروی، چه دلایل و عواملی باعث میشه که حقوق کارگران مورد بی‌توجهی پیمانکاران و البته نهادهای حکومتی قرار بگیره؟ از دولت تا شرکت‌های پیمانکاری چه ترتیبات و وضعی باعث سختی شرایط کار کارگران به ویژه در تابستان میشه؟ ببینید، اساساً مناسبات سرمایه‌داری در همه دنیا وقتی حاکمه، کارگر رو به عنوان یک ابزاری می‌بینه که نهایت کار رو از گرداش بکشه و به حداکثرترین شکل سود رو ببره و راهش هم در مقابلش اینه که به هر حال این مناسبات تغییر بکنه، در سطح کلان سیاسی اقتصادی باید تغییر بکنه. اما در شرایط موجود اگر بخوایم صحبت بکنیم، ببین، برای اینکه یک سری تسهیلاتی برای کارگران رعایت بشه، حداقل بهداشت و ایمنی در محیط‌های کار برای کارگران رعایت بشه که کمتر جونشون به خطر بیفته، اینه که قوانینی وجود داشته باشه و همچنین ابزارهایی وجود داشته باشه که تضمین کننده اجرای این قوانین باشه. در همه دنیا به همین شکله، یعنی قوانینی وجود داره و به هر حال نهادهای مستقل قضایی یا نظارتی هم وجود دارن که سعی میکنن نذارن که این قوانین به هر حال نادیده گرفته بشه، شرایط و کارفرما نتونه به هر شکلی که هست کارگر رو وادار بشه کار در شرایط سخت و خطرناک بکنه، اون چیزی که طبق قانون نباید انجام بشه. اما در ایران ما شاهد هستیم که خب حکومت خودش بزرگترین کارفرماست و بیشترین منافع رو در تعرض به حقوق کارگران میبره، سایر پیمانکاران و کارفرمایان دیگه به همین شکل اساساً اهمیتی برای جون و سلامت کارگران قائل نیستند و نظارتی هم در ایران وجود نداره. ببینید، حتی اگر قوانینی هم وجود داشته وجود نداره، سیستم نظارتی در ایران بسیار فشله، یعنی ما به ازای طبق آمار رسمی به ازای هر 15,000 نفر کارگر یک ناظر، یک بازرس کار داریم که اون هم اون مناسبات مافیایی کارفرمایان و پیمانکاران این سیستم بازرسی رو هم بسیار فاسد کرده و اجازه فعالیت نمیده. و یک مورد دیگه هم که به هر حال به نظر من بسیار مهمه، نداریم آقای کیخسروی. فؤاد کیخسروی عضو هیئت مدیره کنفدراسیون کار ایران در خارج از کشور، ممنونم.